ده بازی های دنیای تبهکاری. با وارد شدن انواع حرفه های مددکاری اجتماعی به حیطه قضایی نظیر مؤسسات بهبود وضع مجرمان و افزایش رشته های پیچیده جرم شناسی، دستاندارکاران این قسمت از اجتماع ما اکنون باید از بازی‌هایی هم که در دنیای تبهکاری یا دنیای مخفی چه در زندان‌ها و چه در خارج از زندان‌ها رواج دارد آگاهی داشته باشند. این بازی‌ها شامل دزد و پلیس، که جوری از اینجا در رویم و بیا سر فنانی را شیره بمالیم است. الف دزد و پلیس. تز: بسیاری از جنایتکاران چون از پلیس نفرت دارند، از کلاه گذاشتن سر افراد پلیس همان اندازه لذت میبرند که از جنایت، شاید هم بیشتر. بازی های آنها در سطح بالغ به خاطر مادیات است، اما در سطح کودک به خاطر شور و هیجان تعقیب است. فرار کردن و بالاخره لذت نشستن و نفس راحت کشیدن در مخفیگاه. جالب است که نمونه شناخته شده دوران کودکی این بازی دزد و پلیس بازی نیست، بلکه قایم باشک است و جذبه و اوج بازی موقعی است که پدر چشمگذار می آید بچه هیجان زده را پیدا می کند. بچه های کوچکتر طاقت ندارند و زود خودشان را لو می دهند. اگر پدر بچه را به آسانی پیدا کند، جذبه هنوز هست، اما عنصر حظ بازی از بین می رود. اما اگر پدر بازیگر خوبی باشد، بلد است چه کار کند. او باید صبر کند، کمین کند و بگذارد بچه به او سرنخی بدهد یا صداهایی در بیاورد. بدین ترتیب کودک پدر را مجبور می کند که بیاید و او را پیدا کند. بچه اگرچه باز هم دلش می سوزد که مخفیگاهش کشف شده، این بار حظ بیشتری می برد، چون التهاب و استراب عالی بوده. اگر پدر هنگام تجسس خسته شود و تعقیب را رها کند، یعنی نتواند مخفیگاه را پیدا کند، پسر بچه به جای اینکه احساس پیروزی کند مایوس می شود، چون مخفیگاه و احساس مخفی ماندن دست نخورده مانده. ظاهراً اشکال در اینجا نیست. آنچه او را مایوس کرده این است که او را نگرفتند. وقتی نوبت پدر رسید که مخفی شود، او می داند که نباید پسر کوچک را خیلی زیاد فریب داد. فقط آنقدر که لذت تعقیب حفظ شود. او وقتی جایش فاش شد، با هوشیاری خودش را مایوس و مغلوب نشان می دهد. بنابراین برد واقعی گیر افتادن است. پس قایم باشد وقت گذرانی ساده نیست، بلکه بازی حقیقی است. در سطح اجتماعی این نبرد ذکاوت هاست و بهترین رضایتمندی ها موقعی به دست می آید که بالغ بازیگران به بهترین وجه عمل کرده باشد. اما در سطح روانی مثل قمار اجباری است که در آن بالغ وایت باید عمدن ببازد تا کودک او به دلخواه برنده شود. دستگیر نشدن در واقع آنتیتز است. در بین بچه های بزرگتر، آن که همیشه جای قابل کشفی پیدا می کند، معمولاً یار بدی محسوب می شود، چون بازی را به هم می زند. او عنصر کودک را حذف کرده و همه چیز را به رویه بالغ تبدیل کرده است. برای لذت بردن بازی نمی کند. مثل صاحب کازینو عمل می کند یا مثل جنایتکارهای حرفه‌ای که گاهی حاضرند از دست تنگی بمیرند، اما دست به هیجان و مخاطره نزنند و گیر نیفتند. ظاهراً
دو دسته مشخص معتاد به جنایت وجود دارد. یکی کسانی که به خاطر برد و دیگر آنهایی که به خاطر خود بازی وارد جنایت شده اند. البته عده‌ای هم در حد وسط قرار دارند که می توانند در هر دو طرف عمل کنند. برنده اجباری یا پولساز کله گنده کسی است که کودک درونش هیچ وقت راضی نمی شود گیر بیفتد و طبق گزارش ها هرگز نمی بازد. دست نایافتنی است و بدون زد و بند و اطمینان مطلق هرگز دست به هیچ کاری نمی زند. از سوی دیگر بازنده اجباری مدام مشغول بازی دزد و پلیس است و هرگز هم از لحاظ مالی وضعش درست نیست. اگر در این میان استثناهایی باشد در اثر خوش اقبالی است نه مهارت، اما در دراز مدت صاحبان اقبال هم سقوط می کنند، زیرا کودک بالاخره طاقتش تمام می شود. بازیگر دزد و پلیس که در اینجا مورد نظر است از بسیاری جهات شبیه الکلی است. او می تواند تغییر نقش دهد، از دزد به پلیس و از پلیس به دزد. در بعضی موارد ممکن است هنگام روز والد پلیس باشد و در تاریکی شب نقش کودک دزد را بازی کند. در نهاد تمام دزدها یک پلیس وجود دارد و در نهاد بیشتر پلیسها یک دزد. اگر فردی جانی اصلاح شود ممکن است نقش نجات دهنده یا مددکار اجتماعی را ایفا کند، اما شور و علاقه او در این بازی کمتر از فرد الکلیست که نجات دهنده می شود. اما به طور عادی بازیگری که نقش دزد را برمی گزیند راه سرنوشتش را انتخاب کرده و هر دزد برای گیر افتادن طرز عمل خاص خود را دارد و ممکن است کار را برای پلیس مشکل یا آسان کند. این وضعیت مشابه وضع قماربازان است. در سطح اجتماعی یا جامعه شناختی قمارباز حرفه‌ای کسی است که علاقه ذاتیش در زندگی قمار کردن است. اما در سطح روانی قماربازان حرفه‌ای دو دسته هستند. اول آنها که تمام وقتشان را به بازی می گذرانند، یعنی بازی با سرنوشت که در آن میل بالغ برای پیروز شدن تحت شعاع نیاز کودک به باخت قرار می گیرد. دوم آنهایی که صاحب قمارخانه هستند و در باقی معاش و زندگیشان از این راه و معمولاً هم خیلی خوب تأمین می شود. اینها کارشان عمدتاً مهیا کردن فرصت بازی برای قماربازهای نوع اول است و خودشان سعیشان بران است که هرگز بازی نکنند، اگرچه گاهی در شرایط خاص به خود اجازه می دهند که از این کار لذت ببرند. همانطور که به ندرت جنایتکار حرفه‌ای نیز ممکن است گاهی به خود اجازه دهد که وارد بازی دزد و پلیس شود. بحث فوق روشنگر این واقعیت است که چرا مطالعات جامعه شناختی و روان شناختی درباره جنایتکاران تا کنون نارسا و سردرگم مانده است. این مطالعات درباره دو نوع شخصیت کاملا مختلف انجام می شود که نمی توان آنها را لزوما در چارچوب فرضیه های اساسی و معمولی تشخیص داد و این منطق در مورد مطالعه قماربازان نیز صدق می کند. تحلیل تبادر و تحلیل بازی ها راه حل مناسبی برای این مسئله است. این تحلیل ها نارسایی و سردرگمی حاکم بر این مطالعات را با تشخیص بین بازیگر و حرفه‌ای ثابت برطرف می سازد. اکنون بحث درباره کل قضیه را موقتاً کنار گذاشته به ذکر مثال‌های مشخص‌تری می‌پردازیم. برخی از دزدانی که به خانه‌ها دست برد می‌زنند، کوچکترین حرکت اضافی یا بیهوده‌ای نمی‌کنند. اما اگر این دزد بازیگر
دزد و پلیس باشد، هنگام سرقت با ریخت و پاش و حرکات حساب نشده عملاً کارت ویزیت خود را به عنوان تشکر باقی می گذارد. سارق حرفه‌ای مثلاً در دستبرد به بانک نهایت احتیاط خود را برای اجتناب از خشونت به کار می برد، در حالی که بازیگر دزد و پلیس دنبال بهانه می گردد تا خشم و دق و دل خود را جایی خالی کند. جنایتکار حرفه‌ای مانند هر حرفه‌ای دیگر می خواهد تا آنجا که امکانات اجازه می دهد کارش بی نقص باشد. بازیگر دزد و پلیس اغلب در حین سرقت مجبور است فشار درونش را به نحوی تخلیه کند. حرفه‌ای حقیقی هرگز تا تمام رد و بندها و جزئیات ایمنی کار تکمیل نشود دست به عمل نمی زند. اما در بازیگر گاهی این وسوسه پیدا می شود که شخصا با پلیس دست و پنجه نرم کند. حرفه‌ای‌های ثابت از خطر بازی آگاهی دارند. اگر یکی از اعضا علاقه زیادی به بازی نشان دهد تا حدی که کار را به مخاطره اندازد و به خصوص اگر احساس نیاز باطنیش به گیر افتادن بارز شود، در دفعات بعد سایر اعضا ممکن است به وحشتناک‌ترین دسایس متوسل شوند که این کار او تکرار نشود. شاید دلیل آنکه جنایتکاران حرفه‌ای ثابت تقریبا هرگز به دام نمی افتند و لذا هرگز مورد مطالعه جامعه شناختی و روانشناختی و روانکاوانه قرار نگرفتند همین باشد که آنان دزد و پلیس بازی نمی کنند. این در مورد قماربازهای حرفه‌ای ثابت نیز صدق می کند. بنابراین عمده اطلاعات بالینی فعلی ما از جنایتکاران و قماربازان بیشتر راجع به بازیگران است تا حرفه‌ای‌های ثابت. مبتلای به وسواس دزدی که میتوان او را قطب مخالف مغازه دزد حرفه‌ای دانست مثال خوبی است برای این مطلب که بازی دزد و پلیس تا چه حد در جوامع غرب شیوع دارد. این احتمال هست که درصد بسیار زیادی از غربیان بازی دزد و پلیس را مدام در خیال خود بازی کنند و این یکی دیگر از دلایل آن است که روزنامه‌های جنجالی چنین رواج سرسام‌آوری دارند. رویای دزدی اغلب به شکل آرزوی جنایتی کامل در ذهن ما نقش می‌بندد، یعنی شرکت در سخت‌ترین بازی‌ها و گذاشتن بزرگترین کلاه سر پلیس. صورت دیگری از دزد و پلیس بازی امروزی دزد و حسابرس است که اختلاس کنندگان آن را بازی می‌کنند و همان قوانین و همان برد را دارد، یا دزد و گمرکچی که قاچاقچیان بازی می کنند و امثال هم. صورت جنایی بازی دادگاه به ویژه جالب است. تبهکار حرفه‌ای با وجود تمام احتیاطکاری‌هایش ممکن است گاهی به چنگ پلیس بیفتد و به دادگاه برده شود. اما برای او دادگاه هم چیزی جز یک رویه یا روال کار عادی نیست که او باید جزئیات حرکاتش را دقیقاً طبق دستور وکیل و مشاوران حقوقیش اجرا کند. برای وکلای دادگستری نیست که صرفاً به برد فکر می کنند، دادگاه در اصل یک بازی است بین آنها و هیئت منصفه که هدف برنده شدن است نه باختن. این بازی کاملاً سازنده و پذیرفته شده در بخش عظیمی از اجتماع کنونی غرب است. آنتیتز این البته به جرم شناسان خبره مربوط می شود، نه به روان شناسان. پلیس و دستگاه قضایی در مقابله با بازی دخالتی نمی کنند، چون آنها نیز نقش خود را طبق قوانینی که جامعه وضع کرده است بازی می کنند. با وجود این لازم است بر یک نکته تاکید شود. بعضی از جنایتکاران از تعقیب لذت می برند
و خواهان گیر افتادن هستند. این نظر احتمالاً مورد تمسخر پژوهشگران جرمشناس قرار می‌گیرد. شاید هم پس از خواندن این نظر آن را محترم بدانند، اما در کارهای جدیشان تمایل کمتری به توجه به این عامل نظری نشان دهند. اولا هنوز طریقی در دست نیست که بتوان با استفاده از آن از روش‌های معیار موجود در پژوهش‌های روانشناختی درباره این عنصر نقاب برداشت. از این رو پژوهشگر یا مجبور است بعضی از نکات مهم را در استنتاجات خود نادیده بگیرد یا ابزار و وسایل کارش را عوض کند. واقعیت این است که ابزار و وسایل فعلی هنوز کوچکترین راه حلی برای هیچ یک از مسائل جرم شناسی ارائه نداده اند. بنابراین شاید مالاً بهتر آن باشد که پژوهشگران روش‌های گذشته را کنار بگذارند و با روش تازه‌ای به حل مسئله اهتمام ورزند. تا روزی که بررسی بازی دزد و پلیس جدی تلقی نشود و وجودش در عمق بسیاری از پرونده‌های جنایی به عنوان جان کلام مورد بررسی قرار نگیرد، بیشتر هم و غم پژوهش‌های جاری صرف موضوعات جزئی و جنبی و فرضیه‌ها یا امور نامربوط می‌شود. تحلیل، تز، کاش بتوانی مرا بگیری، هدف، اطمینان مجدد، نقش‌ها، دوست، پلیس یا قاضی، پویایی شناسی، تجاوز زمینه‌ای، مثال‌ها، 1، قایم باشک، گرگم به هوا، 2، جنایت، نمونه عالی اجتماعی کودک والد، کودک، کاش بتوانی مرا بگیری، والد، این وظیفه من است، نمونه عالی روانی کودک والد، کودک، باید مرا بگیری، والد، آها، گرفتمت، حرکات، 1، وایت، تمرد، بلک، خشم، وایت، پنهان شدن، بلک، تلاش بی ثمر و عصبانی کننده، وایت، تحریک کردن، بلک، پیروز شدن، امتیازات، 1، روانی درونی، تلافی جویی نسبت به خودکشی های گذشته، 2، روانی برونی، عکس‌العمل در مقابل ترس‌های بیهوده، 3، اجتماعی درونی، کاش بتوانی مرا بگیری، 4، اجتماعی برونی، من تقریباً موفق شدم، وقت گذرانی، آنها تقریباً موفق شدند، 5، زیستی، بدنامی، 6، وجودی، من همیشه بازنده بودم. ب. چجوری از اینجا در برویم؟ تز، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که تنها آن عده از زندانیان به خوبی موفق به گذراندن دوران محکومیت خود شده‌اند که با ساختی از فعالیت، اهم از وقت گذرانی یا بازی، به اوقات خود شکل داده‌اند. این منطق به خصوص از سیاست‌های شناخته شده نزد پلیس است، چون به نظر آنها با عاطل و باطل نگه داشتن زندانی، به عبارت دیگر از راه محروم کردنش از هر رفتار اجتماعی، می توانند او را خرد کنند. فعالیت دلخواه برای زندانی کارهایی است از قبیل خواندن و نوشتن، ولی وقت گذرانی دلخواه او چیزی نیست جز فرار که بعضی از نمونه های افسانه‌ای و تاریخی آن مانند کازانووا شهرت فراوان دارد. بازی دلخواه زندانیان، چجوری از اینجا در برویم یا میخواهم از اینجا بزنم بیرون، است که ممکن است در بیمارستان ها هم بازی شود. این بازی را باید از عملی به همین عنوان که در صفحه 50 مطرح شد و نوعی بازی رفتار خوب محسوب می شود متمایز دانست. هر زندانی که واقعا بخواهد آزاد شود، راههایی برای سازش و همکاری با مقامات می یابد تا در اولین فرصت مرخص شود.
این روزها این کار اغلب با بازی روانپزشکی از نوع رواندرمانی گروهی به سهولت امکان پذیر است. اما می خواهم از اینجا جا بزنم بیرون را معمولاً زندانیان یا بیمارانی بازی می کنند که کودک درون آنها نمی خواهد بیرون برود. آنها شروع به بازی رفتار خوب می کنند، ولی در لحظه حساس و بحرانی آخر در کار خودشان کارشکنی می کنند تا مرخص نشوند. بنابراین در رفتار خوب والد و بالغ و کودک متفقاً برای مرخصی کار می کنند. در صورتی که در می خواهم از اینجا بزنم بیرون، بالغ و والد حرکات لازم را انجام می دهند، ولی در لحظه بحرانی کودک که در حقیقت از بیرون رفتن و درگیر شدن در دنیای خارج که برایش نامطمئن و پیچیده است وحشت دارد، اختیار اوضاع را به دست می گیرد و همه چیز را خراب می کند. می خواهم از اینجا بزنم بیرون در اواخر دهه 1930 بین مهاجران آلمانی تازه وارد به ایالات متحده آمریکا که به بیماری روانی مبتلا می شدند رواج داشت. آنها حالشان تا حدی خوب می شد و التماس می کردند که مرخص شوند، ولی همین که روز مرخصیشان فرا می رسید بیماری روانی به نحوی عود می کرد. آنتیتز هر دو بازی رفتار خوب و می خواهم از اینجا بزنم بیرون را مقامات زندانها به نحوی پذیرفتند و می توان درباره آنها در سطح مدیران تصمیم گیری کرد. در زندانهایی که از لحاظ امکانات روانشناسی پیشرفته ترند، تازه واردان فرصت می یابند در گروه های رواندرمانی شرکت کنند. متخصصی ورزیده و حاذق این بازی ها را در بیماران خود زیر نظر دارد و با کنجکاوی بازی دلخواه آنها را معلوم می کند. از آنجا که رفتار خوب و فعالیت خوب و شرافتمندانه محسوب می شود، باید به همین نحو با آن برخورد شود و بحث کردن درباره آن بی ضرر است. از طرف دیگر می خواهم از اینجا بزنم بیرون نیاز به درمان عاجل دارد و تا زندانی هراسناک از این وضعیت رهایی پیدا نکند بهبودی کامل نمی یابد. انواع مربوطه. یکی از انواع بازی می خواهم از اینجا بزنم بیرون جریانی است که ما آن را باید به حرفم گوش بدهید می نامیم. در اینجا یک زندانی یا در دنیای خارج یک کارگر، یک کارمند یا مراجع کنندهی به یک مؤسسه مددکاری اجتماعی درخواست این حق را می کند که به اعتراض او رسیدگی شود. اعتراضات ممکن است اغلب نامربوط باشد. تنها خواسته او این است که به حرفهایش گوش کنند. اگر مقامات مرتکب این اشتباه بشوند که فکر کنند این شخص توقعات زیادی دارد و اعتراضاتش نامربوط است و او را روانه کنند، ممکن است بعد دردسرهای وخیمی تولید شود. اگر به اعتراضات و خواسته هایش عمل شود، این توقعات افزایش خواهد یافت. ولی اگر فقط به حرفهای او با علاقه و توجه گوش کنند، این بازیگر بسیار راضی خواهد شد و همکاری خواهد کرد و دیگر چیزی نخواهد خواست. با وجود این، مدیر خوب باید یاد بگیرد که بین بازی باید به حرفم گوش بدهید و درخواستی جدی برای عملی قاطعانه فرق بگذارد. نن من غریبم بازی دیگری متعلق به این خانواده است. جانی حرفه‌ای ممکن است همه جا صدایش را بلند کند که من بیگناهم، من بی تقصیرم، مرا عوضی گرفتند تا برای رهایی خود کاری کرده باشد و در این مورد نیز
اعمالش بخشی از یک رویه است، اما زندانی که به این کار می پردازد برای آزادی خود از زندان کوشش های مؤثری نمی کند، زیرا می داند وقتی بیرون آمد دیگر دلیلی پیدا نمی کند که نن من غریبم بازی در بیاورد. ج. بیا سر فلانی را شیره بمالیم. تز. نمونه متعارف این بازی کلاه گنده یا بازی اعتماد زیاد است، اما بسیاری از بازی های کوچکتر و حتی بازی گورکن نیز از انواع بیا سر فلانی را شیره بمالیم محسوب می شوند. هیچ کس نمی تواند از بازیگر این بازی ببرد مگر اینکه دزدی در تار و پود وجودش ریشه دوانیده باشد، زیرا اولین حرکت بلک به سوی هدف این است که به وایت بگوید نگاه کن، فلانی بیشعور و صاف و ساده منتظر است یک نفر بیاید سرش را شیره بمالد و این کار از آب خوردن هم ساده تر است. وایت اگر آدم بیشیله پیلهی باشد این کار را نمی کند و یا می رود به فلانی هشدار می دهد، اما معمولاً او این کار را نمی کند و در عوض وارد بازی می شود. بعد درست در همان لحظه‌ای که جیب فلانی باید خالی شود اتفاقی می افتد و وایت متوجه می شود که کلاه تا خرخره خودش پایین آمده، یا در بازی گورکن درست در همان لحظه‌ای که زن فلانی باید مورد تعرض قرار گیرد خود فلانی سر می رسد. بعد وایت است که باید آلت دست فلانی بشود و هر کاری که او می خواهد بکند و این دردناک است. جالب اینجاست که هدف باید تمام قوانین بازی بیا سر فلانی را شیره بمالیم را بداند و به آنها عمل کند. لو رفتن توسط اشخاص بیشیل پیله در دنیای تبهکاران مخاطره‌ای حساب شده است و اغلب پیش می آید. آنها قاعدتاً چنین کاری را از وایت انتظار دارند و حتی تا حدی همکاری با پلیس را در صورت دستگیریشان برای حفظ صورت ظاهر جایز می دانند. اما اگر هدف از حد خودش تجاوز کند و مثلا به آنها اتهام یک مورد سرقت ناروا بزند، این تقلب است و آنها از این عمل نفرت دارند. از سوی دیگر از نظر جنایتکاران حرفه‌ای سوء استفاده از هدف مست صحیح نیست، چون رویه ناشایستی است و او این مطلب را باید بهتر بداند. این منطق همچنین در مورد جنایتکار حرفه‌ای که از روی حماقت هدفی را انتخاب می‌کند که ذاتاً دلغک یا موجودی بی‌خیال است صدق می‌کند، زیرا همه می‌دانند که نمی‌توان به چنین آدمی اعتماد کرد که بازی بیا سر فلانی را شیره بمالیم را کاملاً و تا نهایت درجهش یعنی تا دزد و پلیس بازی کند. حرفه‌ای های با تجربه از هدفی که وقتی سرش شیره مالیده شد بخندد وحشت دارند. باید توجه داشت که شوخی های عملی از نوع بازی بیا سر فلانی را شیره به مالیم نیستند، زیرا در این شوخی ها فلانی است که مسخره می شود یا صدمه می بیند، حالان که در بازی بیا سر فلانی را شیره به مالیم فلانی که ظاهراً هدف است آخر سر دست بالا را دارد و وایت قربانی است. شوخی عملی گونه‌ای وقت گذرانی است، در صورتی که بیا سر فلانی را شیره به مالیم بازی است که در آن شوخی طوری کارسازی می شود که نتیجه معکوس به بار بیاورد. بیا سر فلانی را شیره بمالیم بازی سه یا چهار نفره است که نقش چهارم را احیاناً پلیس بازی می کند و در اینجاست که به بازی یالا تو او با هم دعوا کنید ربط پیدا می کند.